برای اینکه این سیستم در فاز اول ثانوی بمونه مجبورن از مثلا الان از هلیوم مایع استفاده کردن که دماش 1.9 کلوینه، یعنی حدود منفی 270 درجه سلسیوس در واقع، که این دمای خیلی واقعا پایینیه. و تمام این 27 کیلومتر تونل باید در واقع این دایپول هایی که گفتم باید تو این دما در واقع بمونن. 27 کیلومتر حدود 700 هزار لیتر هلیوم مایع توی این تونل استفاده شده برای اینکه این سیستم در این دما بیاد و بیاد در حالت عوض ثانویی و میدان مقدسی 8 تسلا ایجاد بشه. و وقتی میدان 8 تسلا ایجاد شد، این پروتون ها بتونه در مسیر دایره ای حرکت بکنه. درسته توضیح شما تمام شد؟ بله. آقای دکتر پاکسینت، جناب عالی، ضمن اینکه اگر که بر صحبت های دکتر محمدی تکمله میخواید بفرمایید در خدمتتون هستیم. سوال دیگری هستش که چرا 20 سال طول کشید؟ چرا دانشمندان مختلف رو از نقاط مختلف جهان جمع آوری کردن و هزاران نفر در یک رویداد بزرگ علمی در جهان معاصر حضور پیدا کردن؟ و یه سوال دیگری مطرح هستش که چه شد که به این فکر افتادند؟ سوالات آقای دکتر محمدی تقریبا کامل بود، فقط یکی دو تا عدد دیگه بگم که شاید عظمت کار رو مشخص بکنه. یکی اشاره کردن به هلیوم مایع که توی این کار استفاده میشه، و خوب بدونید که 1/4 هلیوم مایع موجود در جهان الان در این آزمایش مورد استفاده قرار میگیره. این فکر میکنم همین یه عدد نشون بده که چه آزمایش عظیمی هست. و ضمناً وقتی آزمایش به توان نهایی خودش برسه، در تولید داده واقعی شروع بشه، آهنگ تولید دادهش 1% اسناد جهان هست. 1% اسناد جهان از این آزمایش میاد بیرون، 1% داده های جهان. و این نشون میده که واقعا یک جایی هستش که مواد زیادی به کار میره، یک ساختار بسیار بزرگی داره و تولید داده بسیار زیادی هست. و خب همین اعداد دوباره میتونه تاکید بکنه که چرا دوباره اینقدر تعداد دانشمندان اونجا زیاد هست، چرا که شاهد زیادی با هم شریک شدن. فکر این از کجا شروع شد؟ ببینید، سن یک مرکزی بود که بوده 50 سال پیش تشکیل شد و قبل از این هم آزمایش هایی داشت. همین تونه هدف از تشکیلش رو فرمایید. هدف از تشکیلش اون یک مرکز علمی هست. بله. در ابتدا اون مرکز اصلا کلمه سن یک معنی مرکز اروپایی تحقیقات هسته‌ای هست، ولی کم کم تحقیقات از مثلا از هسته فراتر رفته و به ذرات بنیادی رسیده. حدود فکر کنم 20 سال یا 25 سال پیش بود که این تونل رو ساختن، این تونل 27 کیلومتری در عمق 100 متری زمین، و اون موقع یک ماشین اونجا قرار دادن به اسم LEP، Large Electron Positron Collider، که اون قرار بود الکترون و پوزیترون رو برام دیگه برخورد بده، انرژیشون پایین‌تر از این چیزی بود که الان هست و برای اهداف دیگه بود. بعدا خب اون ماشین تا حدود سال 2000 کار کرد و اطلاعات زیادی برای ما به دست آورد و بسیاری از اطلاعاتی ما الان در مورد ذرات بنیادی داریم از اون ماشین بیرون اومد. بعدا لازم بود که توان ماشین اضافه بشه تا بتونیم چیزهای بیشتری رو کشف بکنیم. ولی این گونه آزمایش ها بسیار سنگین و پرهزینه هستن. بنابراین سر از پس بودجه اون برنمی اومد، نیاز به توان کشورهای دیگه داشت و یک جور تبدیل شده یک همکاری اروپا با دیگر کشورهای جهان و دیگر کشورها به این آزمایشگاه پیوستن. هرچند هنوز هم کشورهای اصلی اروپایی هستن، ولی نزدیک به 80 کشور دنیا توی اونجا الان شریک هستن، ولی خب با نقش های متفاوت. این آزمایش الکسی حدود 20 سال پیش فکر ساختش به ذهن افراد اومد که خب ما اگر بخوایم که اطلاعات بیشتری به دست بیاریم نیاز به ماشین های پرقدرت‌تری داریم. مثلا پیشنهادهای مختلفی بوده، یکیش الکسی بوده، آزمایش هایی که الان توش به وجود داره. بنا به دلایل این نظر انتخاب شد و ساخت اون و مطالعات شروع شد. همین دو قطبی های مغناطیسی که آقای دکتر محمدی اشاره کردن در موقع وجود نداشت و حتی تکنولوژیش وجود نداشت، و ولی دانشمندان احساس کردن که به این نیاز دارن و بنابراین به بخش های صنعتی سفارش دادن که اینجور چیزی ساخته بشه. در مورد این دو قطبی های مغناطیسی میدونم که کشور فرانسه و آلمان هر کدوم نتوشه ساختن.
یا در مورد برای محاسبه یا تحلیل داده ها نیاز به کامپیوترهای بسیار قدیمی بود که موقع نبود و یه جور سفارش داده شد به بخش صنعتی و این کامپیوترها ساخته شد. درست مطالعه و ساخت این دستگاه ها خیلی طول کشید. ابتدا پیش می شد که حدود سال 2000 این دستگاه راه بیفته، ولی بنابرای دلائل تکنیکی و بنابرای دلائل بودجه مشکلات دیگه ای که بود چند بار عقب افتاد. از جمله قرار بود حدود یک سال قبل از این راه بیفته، یک مشکلی در یکی از این داکبال ها پیش اومد، یکیشون منفجر شد و کار را یک مقدار عقب انداخت. ولی خوشبختانه در این تست عملی که هفته پیش انجام شد قسمت های مختلف خیلی خوب کار کرد، حتی آشکارسازها که در این مرحله کار بسیار مهمی انجام نمیدن. کار اصلی الان فعلا ماشین انجام میده که بتونه پروتون ها در مسیر دایره‌ای بچرخونه و اونها خوب جواب دادن و این گام بزرگی بود به سمت آینده. این فعلا شروع راه ولی خب دستگاه کم کم به توان نهاییش میرسه و اون موقع میتونیم نتایج فیزیکی ازش بیرون بیاریم. دوستان من یک گزارش آماده پخش کردم، اما قبل از پخش این گزارش سوال برام مطرح هستش که مکانی که برای این آزمایش بزرگ و این اقدام علمی در عصر حاضر انتخاب کردن مرز فرانسه و سوئیس هست. آیا به لحاظ جغرافیایی این هم یک عدلی علمی داره یا نه چون در مرکز اروپا اونجا رو انتخاب کردن؟ آیا دکتر بودید شما چرا اونجا رو انتخاب کردن؟ چرا مثلا نرفتن در یک منطقه دیگری؟ دلیل جغرافیایی خاصی نداره، ولی خب این مرکز در واقع مرکز اروپایی بوده. به خاطر من حدود 50 سال پیش هم رو افتیده اون روز خیلی کوچیک بوده، مرکز علمی بله اون روز خیلی کوچیک بوده. یعنی اون روزی که اینو ساختن 50 سال پیش نمیدونستم که یه روزی مجبورن یه تونلی بسازن به طول 27 کیلومتر که 100 متر زمین نصفش این طرف میفته نصفش اون طرف. اون روز 50 سال پیش اینجوری نبود، بعد یواش یواش گسترش پیدا کرده و درست اینجوری شد. خیلی متشکرم. در یک بحث کاملا تخصصی است آقای دکتر محمدی و آقای دکتر پاکتینر هر دو لطف میکنن تا پایان برنامه هر جا که سوالی مطرح باشه من خودم رو جای بینندگان محترم قرار میدم و اگر در طول توضیحاتی که دو تا